تحریم سم مهلکه برای هر اقتصادی. یه اقتصاد قوی مثل روسیه هم خیلی متأثر شده از این تحریم ها، یعنی واقعا کوچک شدن حجم اقتصادی کشور که منجر به کوچک شدن سفره مردم و منجر به شورش نان خواهد شد، خیلی تأثیرات امنیتی برای کشورها داره، مخصوصا برای کشوری به نام ایران با یه جمعیت جوان، جاه طلب، جاه طلب مثبت، یعنی آرزومند برای فتح دروازه ها، و اینکه این جوان و این سرمایه گذاری که ما رو تحصیلات عالی کردیم، حالا اهم از زنان و اهم از مردان، ببینید ما در حقیقت یک ظرفیت جدید در کشور به وجود آوردیم، ولی شرایط منطقه و بین المللی رو برای شکوفا شدن این ظرفیت فراهم نکردیم. اینجا سیاست خارجی به بنبست رسیده، یعنی ما همپا با هم کار نکردیم، مثل همون مشکلاتی که بین صنعت و دانشگاه داریم در این قسمت هم داریم، یعنی ما دانشگاهمون رو تجهیز کردیم، یه نیروی جوان تحصیل کرده داریم که اینها مثلا برای فرض کنیم اگه یه کشور بزرگی با 300-400 میلیون جمعیت هم باشه، اینها قدرت تولید بازار کار دارن، ولی اینا رو ما محدود کردیم به 80 میلیون. همین 80 میلیون هم انقدر سفرهشون رو کوچیک کردیم، مثلا یه سفره 20 میلیونیه. حالا با این وضعیت ما یک جوان تحصیل کرده، یک در حقیقت یک نیروی جدید اجتماعی تحصیل کرده باز تولید کردیم برای 300-400 مثلا، میگم ما اینا رو آمار، اینا رو کارشناسان و هم جامعه شناسان روانشناس اجتماعی باید کسانی که متخصص این کارا، ما به عنوان مدیر مثلا مدیر یا نظارگر بیرون داریم نگاه میکنیم، ببینیم خب این جوان میتونه یه همچین ظرفیتی رو داشته باشه. این ظرفیت رو ما به 10-15 برابر کوچیکتر کردیم، خب این معلومه که صداش در میاد، یعنی اگه صداش در نمی اومد ما باید شک بکنیم چه خبره. حالا ما تو این اینم ما باز اینجا ممکنه بعضیا یه جیغ بنفش بکشن و اینها، من اینو توضیح بدم که اون التهابات اجتماعی بخشیش متعلق به اعتراضی بود که مردم نسبت به کرامت زندگیشون دارن که این اعتراض حقیه، بخشیش هم متعلق به شیطنت بیرونی و نمیدونم لاشخورها و اینایی که میخواستم سوار موج بشن و اینا، که قسمت خشونتی هم شاید به اونها برمیگشت. اینو باید از هم جدا بکنیم، یعنی ما نباید این قسمت دوم رو انقدر قوی بکنیم که اون اعتراض به حق مردم در حال ابهام قرار بگیره یا ندیده یا نادیده گرفته بشه. خب این موضوع، حالا با این وضعیت سیاست خارجی باید در حقیقت به نوعی طراحی بشه، حالا ربطی هم به این دولت شاید نداره، کلا این مقوله مقوله حاکمیتیه، سیاست خارجی باید به گونه‌ای طراحی بشه که ما بتوانیم حداقل بازار کار برای این نیرو تحصیل کرده داشته باشیم. در غیر این صورت شاهد این خواهیم بود که همین وضعیتی که الان هست، یعنی ما داریم نیرو تولید میکنیم تزریق میکنیم به کشورهای دیگه. حالا با این وضعیت اگر شما در حقیقت میخواید قضیه رو بررسی بکنید، من فکر میکنم که سیاست خارجی ما باید یه اصول جدیدی رو برای خودش در نظر بگیره و کف کفش این هستش که سیاست تنش صفر رو آغاز بکنه.